من چهار سال پیش از این دلم میسوزه. چهار سال پیش تو حوزه علمی کلاس داشتم، در بعضی از وقت کلاس آزادمون خبرنگاران میومدن، من دیگه فیلم توی سینما دیدم، فیلم جای دیگر، همین خانم بازی کرده بود. من اعتراض کردم، خبرگزاری ها مثل خبرگزاری نمیدونم مهر فارس اینو منعکس کرد که آقا فیلم جای دیگه فیلم سینمای استراتژیکه و این فیلم بسیار فیلم خطرناکیه. فیلم جای دیگه، چه فیلم جای دیگر، این خانم نقش شیپات اداره بودن امتحان میکنه، یه جزیره یه سری ایرانی فرار کردن اون جزیره که از اونجا یه کسی بیاد اینا رو ببره به خارج. یه آدم به اصطلاح دو جنسیتیه، یه آدم مثلا سیاسیه، یه کسی رو از شوهرش فرار کرده. اون خانم تو اون فیلم یه دختر جنوبیه که حامله شده، معلوم نیست که اینو حامله کرده، برای اینکه بچهش رو سقط نکنه از ترس خانوادهش فرار کرده اومده که اینجا بره. یکی از هنرپیشه‌های به اصطلاح روشنفکر تو این فیلم هست که این فرد قبلا جبهه میرفته عکاس بوده توی جنگ، عکاس یعنی کسی که ثبت میکرده وقایع اون جنگ رو. این میاد تو این فیلم میشه محافظ و مراقب این دختره، یعنی کسی که به این زنه نماد سرزمین، نماد عقیده تجاوز کرده، اینو بچه دار کرده و این سرزمین و عقیده نمیخواد این چیزی که ازش حامله شده بذاره زمین. وقتی میخواد از اینجا بره بیرون، از کشور فرار کنه، حالا چی میشه محافظش؟ کسی که قبلا از این سرزمین دفاع میکرده، سخت میکرده صحنه دفاع مردان این سرزمین رو و خون دادنشون رو بابت اینکه مثلا مام میهن، زنان میهن و حقایق رو حفظ کنن. خیانت فرهنگی که اون افرادی که این فیلم رو ساختن و پخش کردن و آمریکایی بودنشون امروز که این فیلم جدید این خانم ساخته شده رو میشه، که همه با هم خواب بودن. هیئت اسلامی هنرمندان اون روز یه برنامه گذاشت برای ما همون 83. رفتم گفتم آقا این فیلم جای دیگر، این فیلم خطرناکه، این ادامه داره. امام میفرمود اینا برای 100 سال آینده برنامه ریزی میکنن. این خانوم رو چرا شما برمیداری تو فیلم های انقلابی ازش استفاده میکنی؟ نیم مثل مادر نمیدونم چی چی؟ این سینما داره که قول سینمای دفاع مقدس و سینمای روشنفکری محسوب میشن، حداقل به این ادبیاتی که من براتون امشب گفتم رو نمیدونن. خب این فیلم پخش شد، یک صحنه داره تو این فیلم، همین آقا علی مصطفی و همین خانم میرن سر خرابه های اون جزیره، خرابه هایی که تو جنگ های قدیم ایرانی ها دفاع کردن ویران شده. میگه نقل به مضمون جمله، حالا فیلم خودتون ببینید، میگه که چرا قدیمی های ما مقاومت میکردن؟ مرد ها برای کی؟ یعنی چرا مقاومت؟ چرا اجازه نمیدید هر تجاوزی صورت بگیره؟ چرا میایستید؟ یعنی پیام این فیلم تسلیم مطلق به گفتگوی تمدن ها، بذارید تمدن غرب بیاد بگیره، شکار دارید که این از کجا حامله شده، بذارید عقیدتون حامله بشه، بذارید سرزمینتون اشغال بشه، نطفه انسان غربی بیاد توی سرزمین ریشه بدوانه، اوراق گرفته 1,600,000 تا کشته، رها برده همین فضای باز فکری فرهنگی و ناتو سیاسی نظامی اقتصادی و غیره. اون روز گفتن این ادامه خواهد داشت، حالا فیلم رو بازی کرده با دیکاپریو. دیکاپریو اول خودش هنرمندش همجنس‌ساز، این یک. زن تو ادبیات سینمایی یعنی نماد سرزمین، وقتی این میاد عاشق این خانم میشه، اولین برخوردی که با هم دارن میگه چی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه تو ایرانی؟ میگه نه، پدر از ایرانیه. این فیلم برای مصرف داخل ساخته شده، با استانداردهای هالیوود نیست. گفتن یه جوری بسازید فعلا داخل ایران مقاومت زیاد نشه، خیلی به هنرمندا فشار نیارن، فضا بد نشه، سنگین نشه. حالا خانم تو این پوشیده هنجار ارزش های نیکول چیتمن، دنی مور و دیگران چیه نمیدونم توالیداشون رو رفت بقاباشون تیم فیلم نیست، اما علنا میگه انسان ایرانی من فیلم برای داخل جامعه تو ساختم، تو که از زمان چشتی تایتانیک تا به امروز دیکاپریو رو میشناسی، از بار دستی نیویورکی ها تا به حال دیکاپریو رو میشناسی و فکر میکنی چهره علاقه مندی و تو جوان ایرانی که به این سمت رو میداری ببین عاشق سرزمینت، عاشق عقیده تو. آخر فیلم وقتی میاد از بیرون نگاه میکنه به اون بیمارستان و این دختر رو اون داخل میبینه، یعنی من از بیرون سرزمین تو ایستادم و عاشق تو هستم، الغای روان. وقتی احمدی به نام هنرمند دارن که تو روزنامه می‌نویسه بالاخره داریم دیده می‌شویم، این شرف ناموس تن ببرم به خوابونم که رخت خواب باشه نمی‌نویسی که دیده می‌شویم؟ روزی که داد زدم سر بردن دختران ایرانی به دبی، ته بحثم گفتم که این یک مسئله امنیت ملیه، مسئله چهار تا دختر نیست،
قاضی تو دادگاه در اومد گفت آقا حالا یه خانم خودش دلش خواست بره چی؟ گفت من آقا مثل تو گوش نکردی بقیهشو. من به عنوان متخصص علوم استراتژیک دارم میگم مسئله امنیت ملیه. برای این تمدن حیا مطرحه. حیا، حیا که اگه ذره شد نابود میشه. اینا اومدن سراغ زنان و دختران جامعه ما. حالا دل خودش خواست بره اون هنرپیشه و اون سینماگر نفهمی که بلند میشه از این آدم رو بوت میکنه تو دست فیلم سینمایی شاخص دفاع مقدس. اگر نگفته بودم روسیه قوم، اگر خبرگزاری ها منشف نکرده بودن، اگر هیئت اسلامی هنرمندان برنامه نداشته بود، همه اینا رو جمع نکرده بود، نگفته بودم، میگفتم که نگفتیم. میگفتن محیط روشنفکری کشور مدیران فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی رو توجیه نکرده. اما امروز این فیلم رو ساختن. ببینید چه بوده؟ اگر همین آدم ها رو تو رخت خواب دراز نکردن و بعد فیلم درست نکردن و الغا نکردن به جوان ایرانی که ببین انسانی مثل دیکاپریو، شانسن و دیگران نگاه کنون ببین الپاچینو، ببین رابرت دونیرو عاشق سرزمین و عقیده تو هستن. باید احمق کنم میشه تو مملکت میمیسته که دیده میشبین. شاید تو دوست داشته باشه ناموست رو ببری به خوابونی کنار دست انسان غربی، اما این مملکت 7000 ساله با غیرت رو پامونده، حتی زمانی که اسلام کش نبوده. شما اون روز کجا بودید که خون داده میشد تا این مملکت ذره ذره و میلیمتر به میلیمترش دست غربی ها و اسرائیلی ها، عراقی ها و دیگران نیفته؟ شما که حداقل ادبیات سینمایی رو نمیدونید، حداقل تراژدی دیونیزوسی آپولونی رو نمیدونید، حداقل نمادها رو نمیشناسید. کی دیگه آدمی از راه رسید یه فیلم اخراجی ها ساخت که میگفتی شما اصلا سواد نداری، شما حزب اللهی ها تو دست همه یه محیط روشنفکری سینمایی شما زد. حالا ما تو این محیط هی میخوام حرف نزنیم، هی میخوام چیزی نگیم. آقا این چه مصیبتی که سر این مملکت اومده؟ وقتی گفتن این خانم این فیلم جای دیگه رو بازی کرده، داره دعوت میکنه که بیاید ما رو تصرف کنید، دعوت کنید، اشغال کنید ما رو. اگر جنگی خواهد صورت بگیره مقاومت نکنید. این پیام ضد مقاومت داره این فیلم جای دیگر. چرا دستگاه اطلاعاتی ما با این فیلم برخورد نکرد؟ چرا دستگاه قضایی ما برخورد نکرد؟ حالا همه موندن چه کار کنن با اینکه این خانم رفت این فیلم رو بازی کرده؟ حالا پوشیده بوده، مثل ایکولوژیست سرش بوده. مگه فرق هم میکنه صحنه دیگه که این خانم برهنه ایستاده جلو داره مصاحبه میکنه، اونم با ایکولوژیست سرشه؟ چرا کلا شهری سر خودتون میذارید؟ چرا آدمی که روز قبل من بهتون گفتم داد زدم امروز اسنادش موجوده که بابا این آدم رو دارن مطرح میکنن که یه روز بذارن رو برو هنرپیشه‌های غربی؟ حواسشون نبود. حیثیت سینمای کشور اینجوری میره. اون خانم مثل همون فاحشه‌ای که میره دوبه، اون با اختیار خودش داره میره فیلم بازی میکنه. اما اون خانم ایرانی نیست. در زمین ایران به هیچ وجه تصور توسط هیچ سرباز آمریکایی اشغال نخواهد شد. خود 27 مهر در لغایی به ما گفته دلیل و خوار نشد مگر کسی که تو خونه خودش با دشمنش جنگید. ما پیرو به علی هستیم، اجازه نمیدیم سرباز آمریکایی بیاد توی سرزمین ما. اندیشه اسلامی و ایرانی توسط اندیشه لیبرالیسم حامله نخواهد شد. اینو یادتون باشه. روشن فکرهای سکیولار، سینماگرای ایرانی و استراتژیست‌های غربی، مادامی که ما اینجا ایستادیم چشم ما بازه، ذهن ما بازه، طول و عرض و ابعاد تفکر شما رو شفاف میکنید و بزرگترین ضربه به یک تفکر مهاجر اینه که مشتش رو باز کنید. من نگفتم که نئولیبرالیسم داره نابود میشه. شوخی فستگلیس کو خیلی قبل از اینکه فرانسیس فوکویاما بگه آمریکا داره میپاشه من گفته بودم. حتی بازم دارم میگم، تأکید میکنم، شاید وزارت ارشاد جمهوری اسلامی خواب باشه، شاید دستگاه تبلیغاتی ما ندانه، شاید نظام روشنفکری ما متوجه نباشه، اما صرف بازی یک خانم کنار دست یک هنرپیشه همجنس بازی نیست. بلکه مسئله اینه که زن در ادبیات نمایشی یعنی سرزمین و عقیده.